سلام، هاجر محمدی هستم، روانشناس. شما رو به شبکه کابل تاک خوش آمد میگم. امروز میخوام راجع به 8 چیزی صحبت کنم که این 8 چیز باعث ازی میشه که وقت شما رو به کلی بگیرن و باعث ازی شوه که شما پیشرفت آنچنانی در زندگیتون نداشته باشه. اولین چیزی که میخوام امروز شروع کنم این است که بسیاری کسا هستن که منتظر وحی هستند یا منتظر عزیزتن که یک الهامی با اونا شوه، یا منتظر یک وحی غیبی هستن که اونا رو صدا بزنه، یک صدای غیبی که منتظر هستن اونا رو صدا بزنه و بعد از اون بخیزن و یک کاری بر زندگیشان انجام بدن، برن دنبال کاروباری، برن کاری برای زندگیشان انجام بده که زندگیشان یک تغییر مثبت کنه. متاسفانه و کسی که این ویدیو رو نگاه میکنه، من باید برش بگم که با این انتظاری که خودت میکشی و جز از اینکه وقت تداری سپری میکنی هیچ کار دیگه ای نمیکنی، چون که قرار نیست وحی به ما نازل شده تا اینکه ما بخیزیم و خود ما زندگی خود ما را به دست بگیریم. هر کسی موظف از این است که زندگی خود را به شیوه خیلی خوب رونق بده و زندگی خود را بر وفق مراد خودش کوشش و تلاش کنه و کار رو بر زندگی خود انجام بده. اگر ما منتظر صدایی باشیم یا منتظر وحی باشیم یا منتظر دستی باشیم که بیا ما را بگیره و بلند کنه، سخت اشتباه هست. خدا خداوندم میگه که از تو باید حرکتی باشه تا از ما برکتی باشه. وقتی ما حرکتی نکنیم و کاری برای زندگی خود ما انجام ندهیم، مطمئنن هیچ اتفاق مثبتی خوبی برای زندگی ما نمیفته. میریم روی موضوع دوم. موضوع دوم میتونه ای باشه که ما به خاطر نظر دیگرا کاری انجام بدیم. ما هر وقت به خاطر نظر دیگرا کاری انجام بدیم، خودمون رو فراموش میکنیم و ای که از او کار لذت ببریم هم امکان ندارن، چون ما به خاطر دیگران داریم او کار انجام میدیم. ما وقتی از کاری که انجام میدیم لذت نبریم و در کاری که انجام میدیم خودمون رو فراموش کرده باشیم و برای دیگران انجام بدیم، روز به روز تأثیر مفیدی که ما روی از او کار داریم کم میشه، چون ما از او کار دل زده میشیم و ای که بخاطر دیگران کار را انجام بدیم به نظر ما اصلا راه درستی نیست برای حفظ کردن وقت، بخاطر انجام دادن یک کار مثبت برای زندگی خود آدم. و در کل اسمش در سرش است که میگیم بخاطر دیگران کاری انجام دادن. پس وقتی ما به خاطر دیگران کار رو انجام میدیم، در کل اینجا خود ما رو فراموش کردیم. بیاین اول خود ما رو بسازیم، به خاطر خودمون کاری رو انجام بدیم و بعد اگر وقت اضافه ماند برای دیگران کار رو انجام بدیم. پس مطمئنن ما هر وقت خود بخوایم برای خودمون مصرف کنیم و بخوایم به خاطر تلاش و کوشش و موفقیت های خودمون بخوایم کار رو انجام بدیم، ما دیگه وقتی برای دیگران نداریم. و به نظر من اگر هر کس مصروف کار خودش، مصروف تلاش برای خودش، مصروف تلاش برای ای که خودش به یک جایی برسانه باشه، مطمئنن وقت ای همه سرک کشیدن ها در زندگی یکی دیگر هم نیست و اینقدر باعث آزار اذیت اطرافیان ما نمیشه، چیزی که خیلی ما درگیرش هستیم. به عوض از اینکه برای خود ما کاری انجام میدیم، در کل مصروف دیگران هستیم، در کل مصروف از هستیم که سرک بکشیم در زندگی دیگران و در کل برای دیگران کاری که از ما نمیخواه رو میخوایم انجام بدیم، در حالی که خود ما خیلی چیزها نیاز داریم که برای خود ما انجامش نمیدیم. و این میشه که ما وقت خود ما رو از دست میدیم و وقت خود مفید استفاده نمیکنیم. بریم روی بحث سوم. بحث سومی میشه که از همه چیز شکایت داشتن، از زمین و زمان شکایت داشتن. از صبح که از خواب میخیزن شکایت میکنن و این شکایت کردن به یک حساب کفران و نعمت کردن باعث از این میشه که خداوند نعمتهای خدا به آهستگی از روی ما بگیره و ما هم متوجه هم نشیم. کسایی که شاید شما با کسایی برخورده باشین که از سر صبح تا وقتی که میخوابن شکایت میکنن و این آدم ها دقیقا به زندگیشان هیچ چیز هم ندارن و ای هیچ چیز نداشتن با این شکایت کردن ها رابطه خیلی مستقیم دارن که خودشان متوجه نیستن. ما هر چقدر شکایت میکنیم
انرژی منفی به خود ما جذب میکنیم و همین کفران نعمت هم که میگم جزء همی است. ما انرژی منفی به خود ما جذب میکنیم و چیزهای مثبت از خود ما دور میکنیم. درست است ما در کل روز با بعضی چیزهای منفی، بعضی چیزهایی که باعث شکایت ما میشه، بعضی چیزهایی که اعصاب ما را به هم میریزه برخورد میکنیم، ولی اصلا به این معنا نیست که کل زندگی از صبح که میخیزه ماه پر، هفته پر، سال پر، پر از شکایت باشه. بیاین آدمای شکایتگری نباشیم، آدمای شکرگزاری باشیم. موضوع چهارم ای است که تکرار یک اشتباه. بعضی اوقات میگن که انسان جایز الخطا است. انسان جایز الخطا نیست، انسان ممکن الخطا است. چون ما انسان ها اجازه نداریم خطا کنیم، ولی ممکن است خطا بکنیم. در کل اگر ما یک اشتباه را یک بار انجام میتیم، دوبار انجام میتیم، مسئله این نیست و این یک بار انجام دادن، دوبار انجام دادن باید درسی بشه برای اینکه بعداً دوباره انجامش ندیم. ولی اگر ما یک اشتباه بارها و چند و چند و چندین بار انجامش بدیم، او دیگه اشتباه نیست. او واقعاً تیشه گرفتن و زدن به پاهای خود آدم است. به هر حال باید بفهمیم که فرق یک اشتباه، یک بار یا دوبار انجام دادن و از او درس گرفتن و دیگه هیچ وقت انجامش ندادن، تا اینکه یک اشتباه را بارها و بارها تکرار کنیم چقدر میتونه زیاد تأثیر در روی زندگی ما داشته باشه، تأثیر مثبت یا تأثیر منفی. به هر حال تلاش کنیم یک اشتباه را چندین بار انجام ندیم و از یک اشتباهی که انجام میتین درس بگیرین و اون دیگه تکرار نکنیم، چون که تکرار کردنش باعث از این میشه که شما وقتتان به راحتی از دست بدید. بریم روی موضوع پنجم، ای که زندگی خود نداشتن. خیلی کسا هستن که زندگی خود ندارن، اون محیطی که باید برای خودشان احاطه کنن و درون از او لذت ببرن، درون از او آرامشی برای خودشان ایجاد کنن، درون از او برای خودشان یک محیط خصوصی ایجاد کنن که وقتی خسته سن، وقتی غم و غصه دارن او را بسته کنن و کسی را داخلش نمانن. بعضی کسا هستن که اینی محیطه، اینی زندگی خورده برای خودشان ایجاد نمی کنن، یا شاید بگویم جرأت ایجاد کردن همچین محیط کوچک برای خود ندارن، یا ای که نمی خواین، یا در کل عاشق سرک کشیدن به زندگی دیگران و عاشق عزیزن که دیگران به زندگی از اونا هم سرک بکشن و مداخله کنن. در کل اگه شما نتونین این محیط کوچکی که باعث ازی باشه که وقتی خوشحال هستین خوشحالیتان داخل از عمو تجلیل کنین، وقتی غمگین هستین دمونجا پناه ببرین، وقتی یک تصمیمی میخواین بگیرین دمونجا بشینون و فکر کنین، وقتی نتونین این محیط کوچک برای خودتان و برای خانوادیتان ایجاد کنین و خودتان شخصی باشین که به زندگی دیگران سرک بکشین و زندگیتان و شخصیتتان طوری باشه که دیگران هم اجازه بدین که این مداخلات داشته باشه، مطمئن باشین که شما به راحتی نمیتونین از وقتتان و زندگیتان لذت ببرین و وقتتان داشته باشین و نگذارین که به راحتی وقتتان از دست بدین. به هر حال تلاش کنین که زندگی شخصی خودتان هم به یک نوعی درست کنین و حفظش کنین. بریم روی موضوع بعدی، ای که بعضی ها هستن که مدام در حال مقایسه کردن خودشان با دیگران هستن و این مقایسه کردن خود با دیگران ضررش ایست که ما هیچ وقت او دیگری را بکگراندش را ندیدیم، پشتبانیش را ندیدیم، مشکلاتش را ندیدیم، ای که چه سختی های را سپری کرده را ندیدیم و فقط زندگی حالش هم نمیفهمیم یا مشکلات حالش هم نمیفهمیم و فقط همون موفقیتش گرفتیم و خود ما رو با اون موفقیت مقایسه میکنه و باعث سرخوردگی خود ما میشه و این مقایسه کردن ضررش فقط برای خود آدم است. چرا ما خود ما رو با گذشته خود ما مقایسه نکنیم؟ این مقایسه کردن ممکن میتونه برای آدم مفید باشه. مثلا بپرسیم که همین یک زبانی جدیدی که من 2 سال پیش یاد گرفته بودم، ولو که فرانسوی باشه، انگلیسی باشه یا هر زبان دیگه‌ای که من 2 سال پیش یا 5 سال پیش یاد گرفته بودم، چقدر پیشرفت حال داشتیم؟ امروز بعد از 5 سال ما چقدر پیشرفت داشتیم در این زبان؟ یا ای که اگر سرمایه ما 5 سال پیش چقدر بود، 5 سال بعد چقدر است؟ بیاین خود ما را با خود ما مقایسه کنیم و این مقایسه کردن خود با خود باعث از این میشه که ما خلاهای خود بیشتر ببینیم و باعث از این میشه که ما تلاش کنیم این خلاها را پر کنیم.
پس تلاش کنید خودتان رو با دیگران مقایسه نکنید. دیگرانی که نه پشتیبانیش میدانین، نه مشکلاتش میدانین و نه پیش زمینه هایش، هیچ چیزی از اون زندگی از اون طرف خبر ندارین. این مقایسه کردن اصلا مقایسه کردن جالبی نیست. روی موضوع بعد میریم، این که بعضی ها بعضی موفقیت ها را پشت سر میمانن یا انجامش نمیتن فقط به خاطر ترسی از یک شکست. اگر اتو شبه، اگر فلانی جواب رد بده، اگر دیگران سر ما خنده کنن. ترس از شکست های بسیار کوچک کوچک باعث از این میشه که جلو طرف هم میگیره و باعث از این میشه که طرف اجازه نده که بره و او کار را انجام بده که دلش میخواه، او کار را انجام بده که فکر میکنه در او موفقیت هایش نهفته است. تلاش کنین وقتی که یک قدم را برمیدارین به شکست های کوچک فکر نکنین، حتی به شکست های بزرگ فکر میکنین که این همه موفقیت هایی که در این جهان اتفاق افتاده حاصل عزیز که طرف بسیار زیاد جرأت داشته و شجاع بوده. نه خیر، همه انسان ها شجاع هستن و جرأت دارن، ولی این ترس های کوچک باعث میشه که ما نتونیم اونا رو بشکنونیم و از او شجاعت و جرأتی که در درون ما نهفته است استفاده کنیم. همه ما انسان ها شجاعت و جرأت هایی در وجود ما داریم که نظیرش در جهان وجود ندارن و اگر زیاد لغت پرانی نکنم میتونم بگم که تمام انسان ها خارق العاده هستن. پس از او شکست های کوچک نترسین و او چیزی که دلتان میخواه را حتما انجام بدین. مطمئن باشین که تمام انسان ها شکست خوردن در زندگیشان، ولی او کسی برنده بوده که هیچ وقت دست بردار نبوده. و تنها چیزی که میتونم در آخر بگویم که میتونه بسیار وقت انسان بگیره ایست که تلاش میکنن بعضی کسها که تمام افراد دور و برشان میخواهن راضی نگه دارن. ما نمیتونیم از رئیس گرفته تا همکارا، تا همسنفی، تا دوست، تا آشنا، تا قوم و خویش، تا فامیل، تا همه کس راضی نگه داریم، ولی میتونیم در صورت اونا رو راضی نگه داریم که اول با خود ما رسیدگی کنیم و اول خود ما رو راضی بسازیم. ما هر وقتی که تونستیم خود ما رو کامل بسازیم، مطمئناً دیگرها هم از ما راضی میشن. ولی هم اگر دیگرها هم از ما راضی نشن، خیلی موضوع قابل بحثی نیست. و اگر خود ما از خود ما راضی شده باشیم، خود ما را به جای خوب و مناسب رسانده باشیم، امیدوار هستم گپ‌های ما را به شیوه مثبتش تعبیر کنیم و به سمت منفیش نبریم. منظورم ای که میگم خودتان از خودتان راضی داشته باشین نیست که باید موفق شده باشین، خودتان به درجه کمال رسانده باشه. مطمئنا شخصی که به درجه کمال رسیده باشه، شخصی که موفق شده باشه، شخصی که انسان مهربانی باشه، انسان خوبی باشه، انسان با وجدانی باشه، انسان درستکاری باشه، انسانی که تلاش کنه بدیهای گذشته خودت دور بگذاره و سر از امروز تلاش کنه دروغ نگه، مهربان باشه، با وجدان باشه، با اخلاق باشه، تلاش کنه که سر از امروز مهربانی را بین خانوادهش پخش کنه، تلاش کنه که سر از امروز نان حلال به دست بیاره، مطمئنن شخصی است که آخر سرین آخر نه وجدان خودش از خودش راضی میشه و دیگران هم وقتی با او میبینن که یک انسان موفق است، یک انسان مهربان است، یک انسان با وجدان است، یک انسان راستگو است، پس مطمئنن که اونا هم با او علاقمند میشن و از او راضی میباشن. ولی اینکه ما در تلاش ازی باشیم که تک تک افراد دور و بر ما رو بخوایم راضی کنیم، در اون صورت هم خود ما رو فراموش کردیم و هم نمیتونیم دیگران را راضی بسازیم. به خاطر از اینکه راضی ساختن تک تک افرادی که دور و بر ما هستن بر علاوه که کار سختی از کار ناممکن است، چون هیچ وقت دیگران از ما راضی نمیشن. به هر حال راضی شدن شدن، نشدن نشدن هم خیلی مهم نیست. مهمی است که ما خدا را راضی داشته باشیم و خود ما را راضی کرده باشیم و عزیزان دل ما را، مثل فرزند، مادر، پدر، همسر، خواهر، برادر، و میتونیم بر خوشی دل اونها بعضی کارهای انجام بدیم که اونها خوشحال باشن. ولی در کل کسی که در این دنیا مهم است خود ما هست، خود ما هستیم با او کسی که بهش باور داریم و خدای ما. به هر حال تلاش کنید که انسان خوبی باشین، انسان مهربانی باشین، دستتان دست پاک و صافی باشه و وجدانتان فکر کنین و اینا چیزهایی هستن که تلاش میکنه آدم راضی نگه دارن. تشکر میکنم از اینکه ویدیو را نگاه کردین. با شبکه کابل تاک همراه باشین، ویدیوهای بعدیش هم نگاه کنین. تشکر.